سلام، میخواستم بهت بگم که لطفا این ویدیویی که مربوط به مصاحبه با خانم دکتر بهبود و از روی یوتیوب بردار، به خاطر اینکه من اونو دیدم. ببین، حتی انقدر که بادی لنگویج خودت کامل مشخص بود که چقدر معذبی، چون مشخص بود که خانم دکتر بهبود نیست، ترمه بود. و نمیدونم چرا این کارو کردی، چرا، چه اشکالی داشت اگر ترمی به اسم خودش میومد برنامه رو اجرا میکرد و مهمانتون میشد؟ ولی کلا این کار، این روش زیاد جالب نیست. برای بی خدایانم خیلی افت داره، چی میگم، اینکه با بیننده باشن مخاطبینش صادق نباشه، یا بردار، یا نمیدونم کپشنش اصلاح کن، یه مقدارش رو سانسور اون جایی که گفتی خانم دکتر بهبود. این روش من نمیپسندم که داری. با سلام به آرمین نبابی عزیز، سام ترمه و همگی دوستان در جمهوری به خدایان. سوال من اینه که چرا هر بار من سوالی رو کردم از مهمان برنامه شما، شما هیچ وقت سوال ما رو از مهمان نپرسیدین؟ چند بار تکرار کرده ولی انگار اصلا دیده نمیشه. آیا برنامه شما لایوه یا اینکه برنامه از قبل ضبط شده است؟ چون من میدونم که برنامه رو میشه قبل جوری ضبط کرد، بعدا به صورت لایو پخشش کرد. لطفا به سوال من جواب بدید. آرمین جان سلام، امیدوارم که خوب باشی. دوست عزیز، من کردیگان هستم و از اعضای حزب دموکرات کردستان. گفتم ببینم آیا ما میتونیم از تریبون شما استفاده کنیم و در مورد کردهای ایران و حزب دموکرات کردستان و همچنین افکار و ایدئولوژیکمون، چون متاسفانه در قبال ما بعضی وقتا خیلی تبلیغات منفی میشه و بعضی از ما چهره های تجزیه طلبی میسازن. و من میخواستم اگه بشه ما بحث و گفتگوی داشته باشیم با شما که بتونیم این ایدئولوژیک رو ما به شما به اصطلاح گفته باشیم که ما تجزیه طلب نیستیم و در چارچوب ایران، ایرانی آزاد و حق و حقوق کردها داریم فعالیت میکنیم. اگه این امکان هست ممنون میشم که منو در جریان بذاریم. ممنون میشم. سلام آرمین جان، من رضا هستم از آمریکا. یه پیغام برات گذاشتم، کامنت توی یوتیوب برنامه‌تون رو دیدم با آقای صدری، بسیار بسیار جالبه و خوب، خوشحالم که از این دیسکاشن ها داره بیشتر و بیشتر مطرح میشه، شکافته میشه و ایرانیای دنیا ازش استفاده میکنن. به هر حال بسیار بسیار خوبه. فقط خواستم یه نکته رو اضافه کنم که در میگم در اضافه کردن به این بحث ها آقای تام کمبل هم خواستم معرفی کنم که شما میدونم دنبال این چیزا هستی. من خودمم توی عرفان، توی اسپریچوالیتی، توی ماورا طبیعه، توی گذشته خودمون، فرهنگ خودمون، ایرادامون کجاست، مولانا، شمس، حافظ، یوگا، شرق، غرب، زن، خلاصه همه اینا میدونم شما هم ذهن پویایی داری، خیلی هم که چنل رو دنبال میکنن فکر کنم دنبال این چیزا باشن، ولی این آقای تام کمبل رو خواستم بهت معرفی کنم. ایشون دانشمند ناسا بوده، الان حدود 76-7 سالشه فکر میکنم و خیلی معروفه تو دنیا. یوتیوبش و کانال و وبسایتش رو برات گذاشتم به عنوان کامنت. خواهش میکنم یه نگاهی بنداز ببین چی فکر میکنی و دنیای جدیدی رو باز میکنه برای من که کرد، حالا اگه شما باش آشنا بودی که خب برات آرادی باز کرده. ایشون خیلی تئوریای جالبی داره راجب دنیا، راجب کائنات، راجب خدا، راجب موجودات دیگه، راجب کرات دیگه، راجب کهکشان ها، راجب
میگم هر چیزی که یک کتاب سه جلدی بسیار بسیار سطح بالا داره به نام Theory of Everything، اینو من آدیبلش رو گوش کردم و خیلی هاشو فهمیدم، خیلی هاشم نفهمیدم، چون سطحش میگم خیلی کارش درسته. یعنی من هر چقدر بگم کارش چقدر درسته در قیاس استانداردهای ما ایرانی اصلا نیست و من نمیدونم شاید بشه مثلا اسمشو انیشتین پنجم گذاشت توی دنیا اگه مثلا تاپ 5 رو بخوایم بگیم. به نظر من خب ما به حال تو این زمینه ها علاقه داشتم، همیشه گوش میکردم ببینم هر کی چی میگه و این فکر میکنم از همه بالاتر بوده تا الان که من دیدم. ممکنه که خیلی چیزاشم موافق نباشم ولی حداقل یه چیزیه که میشه اضافه کرد به بحث. اگه شما وقت داشتی یه نگاهی بکن، اکسپلورش کن، فکر نمی کنم بیاد بشینه کنار ایرانی ها چون زبانش انگلیسیه بخواد وارد دیسکاشن بشه، ولی شاید هم بیاد، نمیدونم، ولی میتونیم نکات و بحثاشو بیاریم توی اینا مطرح کنیم یا حداقل بتونیم یه نظر دیگه هم به نظرات دیگه اضافه کنیم. و میدونم که شما ذهنت پویاه، فکر میکنم خیلی به درد بخوره این شخص. خیلی خیلی از سوالای منو جواب داد راجب رینکارنیشن، راجب زندگی های برتر، رویاها، خوابمون چیه، دعامون دعا چیه، انرژی مثبتی که میفرستیم چیه، استاتستیکس احتمالات چیه، آیا این دعایی که ما میکنیم با چه احتمالاتی ممکنه برآورده بشه. خیلی اصلا میگم اینو هر ماه یه فایر چت داره، اصلا دنیا میان باش سوال جواب میکنن و الان یوتیوب باشه بری میبینی فایر چت فایر چت فایر چت همینجوری زده اتمام دنیا، این هر سوالی میپرسن از هند، از راشا، از استرالیا. این شخص خودش البته تو آمریکا هست و راجب همه چی ازش میپرسن، راجب ارتباطات با موجودات دیگه‌ای که توی عوالم دیگه‌ای هستن، فرکانس. حالا بیوگرافیش هم خیلی جالبه اگه بتونین یه نگاه بندازید با شخصی به نام باب مونرو که اونم اینستیتوت خودشو داره توی ویرجینیا آمریکا که اینا رو با یه فرکانسایی که به گوش میدن میبره آدمو توی لول مدیتیشن. به هر حال این 5 دقیقه لیمی داره تمام میشه، من دارم تون صحبت میکنم، میبخشید. خیلی مطلب هست، اگه دوست داشتی میتونی کامنت بذاری توی یوتیوب، من میرم میخونم که بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خیلی خوشحال شدم از آشناییت توی آنلاین، به هر حال موفق باشی و امیدوارم که بیشتر بتونیم از این دیسکشن رو داشته باشیم. روز ساتردیت بخیر، قربانت و خدا نگهدار.